ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه وی، در تماسی تلفنی درباره تحولات اوکراین و سوریه گفتگو کردند. اردوغان در این تماس تلفنی خطاب به پوتین گفت: ترکیه آماده برگزاری نشستی مشترک میان روسیه و اوکراین با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد در شهر استانبول است. منابع خبری بامداد امروز سه‌شنبه گزارش دادند که در حمله شورشیان وابسته به داعش به منطقه‌ای در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو 16 غیر نظامی کشته شدند. ساحالی کامبالی، رئیس تیم صلیب سرخ در منطقه بولونگو گفت: صلیب سرخ محلی در منطقه بولونگو 16 جسد غیر نظامی، 7 زخمی و 5 کامیون سوخته را پیدا کرده است. جرمی داگلاس، نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد که روز گذشته دوشنبه در یک کنفرانس خبری در بانکوک پایتخت تایلند شرکت کرده بود، از کشف یک میلیارد قرص مخدر متامفتامین یا شیشه با وزنی حدود 91 تن خبر داد. وی افزود: این محموله 91 تنی مربوط به شرق و جنوب شرق آسیاست که تنها بخشی از قاچاق منطقه‌ای 172 تنی متامفتامین در همه اشکال آن است. داگلاس گفت: تولید آسان و انبوه متامفتامین قیمت این مواد را نسبت به سال 2007 5 تا 6 برابر کاهش داده است. به گزارش منابع محلی از ولسوالی دره صوف پایین در ولایت سمنگان، افراد مسلح طالبان پیرمردان سال خورده را مجبور می کنند در مسیر بزرگ راه از مردم اخاذی کنند و در کوههای این ولسوالی زکات اجباری جمع آوری کنند. عبدالیقین احمدی، ولسوال دره صوف پایین حکومت پیشین، می گوید: اختلافات میان جنگجویان گروه طالبان به ویژه فرماندهان این گروه سبب شده تا برخی از آنها با پرچم سیاه داعش فعالیت‌های تروریستی را آغاز کنند. به گفته او، در حال حاضر داعش در حال لانه‌گذاری در سمنگان است. ارتش لیبی اعلام کرد که عملیات نظامی در منطقه قطرون در جنوب لیبی با کشته شدن تعدادی از تروریست‌های داعشی پس از انهدام خودروهایشان و دستگیری التشانی یکی از سرکردگان داعش به پایان رسید. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان شب گذشته دوشنبه از قتل مسلحانه امام جمعه موقت اهل تسنن سرباز به نام مولوی محمد کریم حملی خبر داد. وی توسط افراد مسلح ناشناس به رگبار بسته شد. بر اثر وقوع یک انفجار در شهرستان جری قندهار، ملا دادا جان، یکی از فرماندهان ارشد طالبان و مشاور این گروه در نبردهای پنجشیر، با دو عضو دیگر طالبان کشته شده است. جبهه ملی آزادگان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و با نشر یک اعلامیه گفته که این فرمانده طالبان در کشتارهای پنجشیر دست داشته است. گفته می شود کشته شدن وی ضربه سنگینی به طالبان است و آنها را با چالش کمبود نیروی مطیع مواجه خواهد کرد. روز گذشته دوشنبه و در آستانه ماه ذی‌القعده، خادمان حرم حضرت عباس علیه السلام با جمع‌آوری فرش‌های حرم اقدام به شستشوی سنگ فرش‌های صحن و اطراف ضریح مقدس آن حضرت کردند. همچنین ضریح مقدس و تمامی درهای ورودی حرم قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام غبارروبی شد. نبیه بری، سیاستمدار سرشناس لبنانی و رهبر جنبش عمل، از احزاب شیعه لبنان با اکتساب 65 رأی برای هفتمین بار به عنوان رئیس پارلمان لبنان انتخاب شد. نبیه بری، متولد 1938 میلادی در کشور سیارلئون است که از سال 1984 میلادی تا کنون
رهبری جنبش عمل لبنان و سال 1992 میلادی تا کنون ریاست پارلمان لبنان را بر عهده دارد. در جریان سفر امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان پس از 9 سال به ایران، 17 سند همکاری در حوزه‌های مختلف میان دو کشور در تهران به امضا رسید. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، طی اظهاراتی از کشورهای غربی خواست که به بایکوت افغانستان پایان دهند. گفتنی است هرچند بیشتر کشورهای غربی تا کنون دولت سنی‌های تندروی طالبان را به رسمیت نشناختند، اما نسبت به نسل‌کشی و جنایات فراوان طالبان در ابعاد مختلف در افغانستان نیز سکوت اختیار کردند. پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک توسط اداره مراقبت و رشد کودک حرم مطهر حسینی در شهر مقدس کربلا افتتاح شد. این نمایشگاه با مشارکت مجموعه‌های محلی، عربی و بین‌المللی و انتشاراتی از کشورهای مختلف به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.